اصلا من هستم مثل سوال. کاش یکی به من بگه که من هستم. نه یوتیوب منو پیر میکنه. ها هستم. اوکی خورت مرسی. من واقعا پیر میشم تا یوتیوب یاد بگیرم. اوکی ببخشید، من واقعا نمیدونم تو این پلتفرم دارم چیکار میکنم. خیلی ممنون از صبوریتون. یعنی واقعا دو سه تا موی سفیدم زیاد میشه تا بالاخره من فیگر کنم که بالا ما دیگه. این لایو کوتاهه؟ یعنی چی؟ یعنی چی لایو کوتاهه؟ نکتهش چیه؟ یعنی الان زود تمام میشه؟ دوباره اگه خب کوتاه شد قطع شد من الان زمانمون تمام میشه؟ چرا؟ او مای گاد. میخوای یه لایو دیگه اسکیجو، یعنی الان یه لایو افاقی شروع کنم یا نه؟ چجوری الان زمانمون تمام میشه؟ یعنی چی؟ بچه ها من خرده به من تو رو خدا، من خدا آدم قابلی هستم تو زندگی معمولا، ولی یه خط قرمز داره پر میشه. اوکی من الان اوکی یعنی الان کی پر میشه؟ نه مشکل نیست، میتونی ادامه بدی، پر نمیشه. اوکی یعنی آقا چیز میکنیم، ببخشید واقعا من شرمنده. ما انجام میدیم، اگر قطع شد من دوباره براتون میگم یا اصلا دیگه حالا با هم یه جوری چیز میکنم، اینا خاطره میشه انشالله. وقتی چنل بزرگ شد میشینیم دوره هم خاطره های امروز رو تعریف میکنیم. ولی صدا میاد چون این هدفون وایرلسه. خب سلام، سلام به همگی. آره خیلی خب اوکی بچه ها دیگه من ضربان قلبم واقعا رفته بالا، از پس نمیدونم دارم چیکار میکنم. خیلی خب عالی، واقعا روحیه میدین، خیلی دستتون درد نکنه دیگه، وقتتون رو بیشتر از این تلف نمی کنم. یه اوورویو بدم که میخوایم چیکار کنیم. من یه متنی جزوامو آماده کردم که براتون اینو میگم. بعد هر سوالی داشته باشین سعی میکنم جواب بدم. یه دونم وایت بورد از اتاق مانیتور گذاشتم که حتی میتونم براتون نمودار اینا بکشم. یارمش نزدیک چون اول فکر کردم که با لپتاپ دارم انجام میدم الان. خب ببینین امروز راجع به مهارت خودمراقبتی میخوام صحبت کنم و خیلی این برای قلب من الان مهم و عزیزه، به خاطر اینکه فکر میکنم که یکی از مهمترین چیزهایی که توی 5-6 سال اخیر کشف کردم و واقعا دلم میخواد که اگه یه چیزی از کل این بحث تاباوری شما با خودتون توشه میبرین این باشه. یعنی من خیلی احساس مسئولیت میکنم که اینو بتونم درست و عادلانه به شما منتقل بکنم و برای همین اتفاقا برای این تا خیلی استراب داشتم، به خاطر اینکه واقعا بعضی وقتا آدم یه چیزی انقدر برای قلبش عزیز و مهمه که همش میترسه که نتونه حق مطلب رو ادا بکنه. دانشه حالا با این دید شروع میکنیم براتون انجام بدم. اونایی که شمایی که مدت ها همراه من بودین میدونین که وزن و چاقی و لاغری اینا همیشه برای من بار ذهنی بوده توی زندگی و یه چماق بوده که همیشه به سر خودم میکوبیدم و فکر میکنم مثلا توی 5-6 سال اخیر این مهارت باعث شده که بتونم بالاخره به بازی وزن سالم برسم، از اون مهمتر با بدن خودم به صلح برسم، با خانوادم رابطه بهتری داشته باشم. واقعا فکر میکنم باعث شده توی کارم پیشرفت بکنم و در مجموع این مهارت خود مراقبتی باعث شده که رضایتم تو زندگی روزمره خیلی بالاتر بره و از همه مهمتر خودم رو کمتر با دیگران مقایسه بکنم. به خاطر همین فکر میکنم خیلی مهارتی که کلیدیه راجبش شنیدن. برای کسایی که بعدا این ویدیو رو میبینن، این بخش دوم از یه مجموعه 3 قسمتی راجع به خاموش کردن صدای سرزنشگر درون. حالا خاموش کردن که فکر میکنم نمیشه گفت، 99% مهار کردنش و بعد اداره کردنش.
من پانتا وزیری هستم، مادر همسر شاغل و از سال 2001 هم که خب ساکن آمریکا هستم. باید بگم روانشناس نیستم، اما خیلی به توسعه فردی و جمعی هم معتقدم، هم متعهدم. و یکی از لذت‌های زندگی اینه که اگه چیزی یاد میگیرم مثل همین خود مراقبتی، دلم میخواد که به بقیه یاد بدم که دیگه مسیر اونها یه ذره کوتاه‌تر بشه، به جای 45 سالگی انشالله تو 25 سالگی و 35 سالگی یاد بگیرن. حالا با این مقدمه، خب خود مراقبتی ترجمه کلمه سلف کر انگلیسی هست، من فکر میکنم، یعنی خودم ترجمهش کردم ولی فکر میکنم ترجمه بدی نیست. ولی فکر میکنم اول این مقدمه رو مطرح کنید که اگه شما کلمه سلف کر رو اول میشنوین و یاد مانیکور پدیکور میفتین، یا یاد روتین پوستی میفتین، یا تصویر یا آدمی که ماسک زده جلوتون مجسم میشه، قطعا تنها نیستین. من یه سری آمار نگاه کردم. اولا شما اگه برین تو ترند گوگل نگاه بکنین، من حالا عکسش رو اینجا دارم براتون، ببین این عکس ترند گوگله و توی 10 سال اخیر میبینی که اصلا تاپیک سلف کر خیلی ترند شده، یعنی قبلا واقعا انقدر ترند نبوده. بعد شما مثلا آمارا رو که نگاه میکنین، به همین نسبتی که سلف کر ترند شده، تجارت و بازار کالاها و خدماتی که حالا مارکت میشن از نظر سلف کر، اونا هم زیاد شده. یعنی مثلا کالاهای مراقبت های پوستی مثلا ضد آفتاب، نرم کننده، انتی ایجینگ، ضد چروک، اینا همه تو 10 سال اخیر 2 برابر شده. یعنی فقط این کالاهای مراقبت های مثلا کرم و اینا از 10 سال 2024 بیش از 180 میلیارد دلار برآورد میشه و نسبت به 10 سال اخیرش 2 برابر شده. یا این اپلیکیشن های مایندفولنس مثل هدسپیس و اینا همین سال 2024 640 میلیون دلار درآمد داشتن. یا فقط بازار ماسک صورت، یعنی اینا که فقط بزنیم رو صورتمون، امسال 5 میلیارد دلار برآورد شده. حالا اشکال این چیه؟ اشکالش اینه که ببینین، همونقدر که مثلا وزن سالم برای زندگی با کیفیت ضروریه، سلامت بدن ضروریه، خود مراقبتی هم یا مراقبت هم برای یه زندگی سالم ضروریه. وقتی بازاریابی و تجارت میان از این نیازهای ضروری آدم ها استفاده تجاری میکنن، برای ما آدم های معمولی تشخیص درست و نادرست خیلی مشکل میشه. درچه یا میایم هر نسخه رو که از دهن هر کسی میشنویم برای زندگیمون میپیچیم و گیج میشیم، یا اصلا بیخیال میشیم دیگه، کلا اصلا موضوع رو بیخیال میشیم چون نمیدونیم که چه کار باید بکنیم، گیج میشیم. و درچه به خاطر همین اکنالج کردن این مسئله که یه مسئله خیلی ضروری، اینقدر استفاده تجاری ازش میشه و درچه ما رو بمباران اطلاعاتی میکنه که الزاماً هم به نفع ما نیست و استفاده تجاری داره برای اینکه به ما کالا بفروشن، این مسئله خیلی باید در مد نظر داشته باشیم. و به همین نسبت طبق ویدیو قبلی من همیشه اپروچم اینه که اگه میخوایم راجع به چیزی حرف بزنیم، اول اگه تعاریف رو مشخص کنیم بهتر میتونیم بهش رجوع کنیم، به تعاریفمون. برای من گفتم خب بیاین اول تعریف کنیم که اصلا خود مراقبتی چی هست و چی نیست. ببینید، اولا خود مراقبتی، نکته مهمش اینه که خود مراقبتی جایزه نیست. یعنی قرار نیست که شما یه کار مثلا فوق‌العاده‌ای بکنین که بعد به خودتون خود مراقبتی جایزه بدین، که این برعکس اون چیزیه که مثلا بریم مانیکور بگیرین، اون ممکن جایزه باشه براتون. ولی همونقدر که غذا حق روزمره شماست و شما حق دارین برای زنده موندن غذا دریافت کنین، مراقبت هم حق روزمره شماست. یعنی شما به عنوان یه آدم حق دارین و نیاز دارین که روزانه مراقبت دریافت بکنین و این خیلی نکته مهمیه. و همونقدر که آشپزی کردن یه مهارته و مهارت رسوندن یه غذای سالم و با کیفیت به بدن شماست، خود مراقبتی هم یک مهارت قابل یادگیریه برای اینکه بتونین به خودتون مراقبت مناسب و خوشمزه و با کیفیت برسونین. پس خود مراقبتی مهارت رسوندن یک نیاز و یک حق به شماست. خود مراقبتی شکلش بسته به نیازهای هر آدمی و از آدمی به آدم دیگه متفاوته و حتی در یه آدم هم از روزی به روز دیگه میتونه تغییر بکنه.
و باز این تفاوت اصلی با چیزایی که ممکنه روتین برای همه آدما شبیه باشه، مثلا ورزش درسته که میتونه یه اکت خود مراقبتی باشه، ولی در این حال میتونه مثلا فیتنس اینداستری به شما این برداشت رو بده که شما همه ما باید حتما یه ورزش هایی رو بکنیم، اوکی خب باید بکنیم برای قلب سالم، ولی الزاماً اون مفهومش خود مراقبتی نیست، برای اینکه خود مراقبتی از آدمی با آدم دیگه و نیازی به روزی به روز دیگه ممکنه تغییر بکنه، پس اینم مهمه. و نکته دیگه اینه که خود مراقبتی خودخواهانه نیست، و اینو مخصوصا ما تو فرهنگ ما مادرها ممکنه که اینو باش مشکل داشته باشن که فکر کنن اگه خودشون رو اولویت قرار بدن کار خودخواهانه ایه. ببینید خودخواهی یعنی که شما نیاز خودتون رو به نیازهای نیازهای دیگران، خودخواهی یعنی شما در تصمیم گیریاتون نیازهای دیگران رو در نظر نگیرید، خود مراقبتی یعنی که نیازهای خودتون رو هم در نظر بگیرید، خودتون رو هم جزء فاکتورهای تصمیم گیری همیشه لحاظ کنید، خودتون رو فراموش نکنید، و این دوتا یکی نیستن اصلا، یعنی مخصوصا مادرها اینو در نظر داشته باشن که واقعا خود مراقبتی خودخواهی نیست. پس حالا بیاین یه مثال براتون بزنم. ببین مثلا دوتا بچه دارین، یکیشون خیلی اهل ورزشه، یکیشون خیلی اهل کتاب خوندنه، ممکنه مراقبت در اون که اهل ورزش باشه این باشه که ببرینش کلاس ورزش بنویسین بتونه بیشتر ورزش کنه و به علاقش برسه، ولی خب اونی که کتاب دوست داره رو آدم میبره کتابخونه محل اسمش رو مینویسه و بهش دسترسی به کتابای مختلف میده، ولی واقعا یه روزایی هم هست که نه ورزش کاری میکنه نه کتاب، واقعا اون بچه دوست داره که با شما بشینه و علش کنین با هم کارتون ببینین و مراقبت براش اون روز اون شکل داره. برای ماها بعض وقتا مراقبت یعنی که چکاپ سالانتون رو عقب نندازین، برید دکترتون رو برید به خودتون هم برسید، گاهی مفهومش این میشه که بشینین برای پولاتون بودجه بندی کنین که تو زندگی استرس مالی زیادی نکشید، ندونین چرا پولان کجا میره، چرا هشتم گروه رو همه دائم، گاهی مفهومش اینه که برین با دوستتون بیرون و درد دل کنین، گاهی مفهومش اینه که 5 دقیقه بشینین خونه یه چایی بذارین جلوتون و بگین 5 دقیقه در سکوت میخوام به خودم فکر کنم الان، و در نتیجه هیچ شکل ثابتی نداره و خودتون رو مقید نکنین که حتما مثلا باید یه کار خاصی بکنم. حالا یه نکته کنکوری براتون بگم که باز اینم از تجربه قلبی و شخصی میاد. به تجربه من لازم نیست که خودتون رو دوست داشته باشین که بتونین از خودتون مراقبت کنین، یعنی ما اغلب فکر میکنیم که دوست داشتن خودمون پیش نیاز مراقبته، ولی واقعیتش برعکس ماجراست. کتاب فرزن پروری باغبان و نجار که قبلا هم ازش صحبت کردم خیلی جمله کلیدی میگه که میگه ما چون دوست داریم مراقبت نمیکنیم، وقتی مراقبت میکنیم علاقمند میشیم. این یکی از اصیل ترین مثالاش تو زندگی ما آدم ها فکر میکنم بچه هایی هستن که به فرزندی میپذیریمشون و مراقبتی که ازشون میکنیم اون تو الفت برای ما ایجاد میکنه با اون بچه. مثال کوچیکترش که ممکنه برای خیلی از شما ملموستر باشه حیوانات خانگی هستن که میاریمشون و هرچی ازشون بیشتر مراقبت میکنیم بیشترشون اون تو الفت پیدا میکنیم. به خاطر همین نکته کنکوری که من میخوام بهتون بگم، منتظر نشین که خودتون اون آدمی که هستین رو دوست داشته باشین تا شروع به مراقبت کنین، اتفاقا تصمیم بگیرین که شروع به مراقبت کنین با همین شناخت اندکی که گلدونامون راست میگن، حتی گیاهامون هم واقعا راست میگه. من یه کاکتوس کریسمسی دارم، انقدر بود وقتی گرفتمش الان انقدر شده و اصلا هر کریسمس وقتی گل میده من انگار خودم گل دادم، میشنم انقدر میارمش وسط میز گلاشو هایلایت کنم، راست میگه حتی گلدونه اونم همینه. یعنی ما هر چیزی رو که مراقبت میکنیم بهش علاقمند میشیم، برای همین دقیقا شروع کنیم با همین شناخت اندکی که از خودتون دارین، حتی با همین دوست نداشتنه خودتون شروع کنیم مراقبت کردن، حتی در حد همون لیوان چایی اگه واقعا فقط میتونین انجام بدین. بعد
در حین مراقبت کنجکاو میشین که این موجودی که مراقبتش رو بهتون سپردن یه خورده بیشتر بشناسین. بعد آدم ها کلن از موفقیت های کوچیک شاد میشن و انگیزه پیدا میکنن. در اینچه وقتی ببینین که همین کمی توجه که به نیازهای خودتون کردین و کمی مراقبت که از خودتون کردین چقدر توی بهبود زندگی روزمرهتون تاثیر داشته، تشویق میشین که بیشتر این کار رو انجام بدین. بعد خب طبیعتاً هر چی از خودتون بیشتر مراقبت کنین کمی بیشتر خودتون رو هم میشناسین و هر چی بیشتر خودتون رو بشناسین راه‌های بهتر و نزدیکتری به مراقبت از خودتون پیدا می‌کنین. در اینکه این دوتا مهارت خودشناسی که تو ویدیو قبل صحبتشو کردیم و مهارت خودمراقبتی در واقع دوتا مهارتی هستن که دائم میتونن همدیگر رو تقویت و تکامل ببخشن و این اینو میخوام به همون بحث اصلیمون که خاموش کردن صدای سرزنشگر درونه اگه بخوام پیوند بدم، ببینید شما شروع میکنید خود مراقبت کردن، بعد وقتی که مراقبت میکنین ناخودآگاه اولین کاری که دارین شروع میکنین به اون موجودی که دارین ازش مراقبت میکنین نگاه میکنین. برای اینکه چجوری مگر مراقبت کنین خبر نگاهش کنین که ببینین چه کارش کنین. شروع میکنین به خودتون نگاه کردن، هرچی خودتون نگاه کنین بیشتر خودتون رو میشناسیم. و من میخوام چیزی که بگم اینه که ممکنه یه مدتی اگه اینجا اگه خود مراقبتی باشه و اینجا خودشناسی باشه اینا همدیگه رو تقویت میکنن، ولی یه مدتی و مدتم راجع به چند سال دارم صحبت میکنم، ممکنه که احساس کنید همینجور دور خودتون داری میچرخید. خب یعنی حسش این باشه که پیشرفتی نمیبینید، ولی اتفاقی که داره توی زندگیتون میفته اینه که اکچولی این نمودار واقعی اینجوریه. یعنی از کنار که نگاه کنی این پیچ پیچیه، سر جاش نیست، پیچ پیچیه نزدیکه. یعنی تو بازای زمانی کوچیک پیشرفت چندانی نمیبینی، ولی این دوتا نه تنها همدیگر چون همدیگر رو تقویت میکنن این دایره تاثیرش دائم بزرگتر میشه، و چون بزرگتر میشه یهو به مرور توی چند سال میبینین که سرزنشگر درونتون خیلی صداش اومده پایین تر، به خاطر اینکه سرزنشگر درون داخل این دایره تاثیر ساکته، خارجشه که حرف میزنه. خب هرچی توی این دایره خودش رو تقویت کنه و بزرگتر بشه و المانهای بیشتری از زندگیتون رو دربر بگیره، سکوت این صدای سرزنشگر درون توی زندگیتون بیشتر میشه. درچه این اتفاقه که توی چندین سال میفته. حالا یه مثال هم براتون میزنم، من تو تلگرام پستشو میذارم، الان نمیتونم بخونمش، ولی پستی بود که سال 2021 گذاشته بودم که مثلا نوشته بودم، ممکن جمله شدتون باشه، نوشته بودم زندگی تو کله من خیلی مشکله، بخاطر اینکه با اینکه بهتر شدم ولی همش میاد راجب این بادی ایمیج و چاقی و لاغری به من قر میزنه و من خیلی نگرانم که حتی اینو به مانشا هم منتقل بکنم. و اون سال 2021 بود، الان سال 2024 و من میتونم به شما الان بعد نوید بدم که من دیگه اون مشکل ندارم. یعنی نه اینکه من هنوز بر اثر مثلا اونجا نشدم، بر اثر وقتی تلاطم کاری دارم یا چیزایی که روش کنترل ندارم این میاد مثلا منو میکوبه و مچاله میکنه و میگه مثلا تو مثلا بدهی کردی. خب چرا وقت میتونم اینو بهتون بگم؟ من همین دیروز اصلا تلفنم نگاه کردم به خاطر سلامتی یه عزیزی، یه خبری شنیدم که یهو استرابم خیلی رفت بالا. خب و اصلا یه جور غریبی تو کله خودم اصلا انگار شورتکات نورانای مغزیه که شاهراه، اینطوری بهتون بگم، تا اون استراب اومد بالا کلامی که توی کله من چرخیدم بود که I hate myself، از خودم متنفرم. حالا اصلا چه ربطی داره با من؟ ولی اگر 3 سال پیش بود اون I hate myself رو واقعا منتقل میکردم، اون هیت و تنفر رو میریختم به وجودم، حالا قبولش میکردم. ولی الان یعنی ترجمه‌ای که میتونم از اون ببین اون I hate myself از خودم بلم میاد ناخودآگاهه و فکر کنم که تا آخر عمرم هم نتونم اون شاهراه نورانای مغزی رو جابجا کنم. ولی الان وقتی این پیام I hate myself رسید گفتم آ آ آ آ اوضاع خرابه، دایل بک، پا
پاشو اصلا ساعت 4 بعد از ظهر برو خونه، نمیخواد کار کنی، حالت خوب نیست، حالت خوب نیست، بریم غذا هم نمیخواد مثلا بپزی، غذا از بیرون سفارش بده، هر چی رو میتونی انجام نده چون تو الان حالت خوب نیست و نیاز به مواظبت داری. و فرق اون موقع با الان واقعا همینه که من این صدا رو نمیتونم خاموش کنم، اون یه درصد رو، ولی کاری که با اون صدا میکنم خیلی متفاوته. یعنی ترجمه ای که از اون صدا میکنم کاملا متفاوته، به خاطر اینکه اون آی هیت مای سلف هنوز اینجا هست ولی دیگه نمیاد تو وجود من بشینه. میفهمم که این فقط الان یه چراغ قرمزه ولی مال ما خرابه، به چنگ بگه آ خیلی اوضاع مثلا نگرانی مینو میگه. خب حالا خیلی صحبت کردیم، من یه مثال دیگه هم براتون بزنم که از این دوباره روزمره زندگی که یه مقدار براتون چیز بشه، ملموس بشه. من رفته بودیم، من خب امسال حدود 15 پوند تونستم وزنم رو کم کنم و این 15 پوند 6 ماه ما یه دیدی بهتون بدم که خبر از آخه تسلیت میگم نه خودتون سرزنش نکنید واقعا. آخه امرت شدم تو کامنت ها خبر فوتی که از عزیزانشون شنیدن. حالا ببخش من اینو تمامش کنم وسط حرفتون. ببینید مثلا من امسال 15 پوند وزنم تونستم کم کنم و این نمودار وزنی که ببینید بالا پایین خیلی داره. خب بعد اینجاش ما رفتیم هند، یعنی 6 ماه اول من با ترینر کار کردم، با مربی ورزش کار کردم، بعد اینجا یه جراحی داشتم و بعد سفر کاری 7-8 هفته رفتم لندن، بعد دوباره آوردمش پایین، بعد با خانواده همسرم داشتیم میرفتیم هند یه هفته و اونا هم مال جنوب هندن و حتی صبحونم برنج میخورن، خیلی اصلا به بدن من نمیسازه. قرار بود بعد از اینکه برمیگردم دوباره با شروع کنم با مربی ورزشم صحبت کار کردن. بعد این وزنه که اینجوری رفته بالا، اگه قدیم بود اول میامدم یه خروار خودزنی میکردم که این همه زحمت کشیدی دوباره رفت بالا، این دیگه نمیشه فلان، و بعدم زنگ زدم مربی و به زور خودم رو شروع میکردم ورزش دادن. ولی این دفعه نشستم کلی فکر کردم، دیدم ببین تو قبل از رفتن هند چه کار کردی که الان صدا نمیاد؟ ببخشید سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. چشم گفتم با خودم که خب قبل از رفتن هند چی کار کردی که کار میکرد؟ و به نتیجه‌ام که من اصلا باید روزه تناوبی بلند 20 ساعت به من میسازه. در نتیجه من جرأتم رو جمع کردم و به مربیم پیام دادم که ببین من اصلا نمیخوام الان کار کنم و حتی اصلا نمیخوام ورزش کنم، میخوام این 20 ساعت رو بگیرم و چون کار فول تایم دارم و کارم هم دیمندینگه و بچه‌م دارم و تو هم میدونم ورزش به من سخت میدی، من اصلا نمیخوام ورزش کنم و کنسلش کردم و تمرکز کردم روی همین 20 ساعت روز تناوبی و جوابم داد، واقعا هم جواب داد فوری. حالا اینو چرا میگم؟ چون میخوام به اون بحث تاباوری و خودشناسی پیوندش بدم و این تصمیمو و اجزای سازندش براتون تجزیه بکنم که ببینین این خودشناسی و اینا چجوری کار میکنه. من برای اینکه بتونم جرأت کنم که خلاف جهت آب را برم و به یه آدم مربی ورزش بگم آقا اصلا نمیخوام ورزش کنم، اصلا الان به نظر من ورزش کار خوبی نیست برای زندگی من، اولا چندین ساله که با غذا دارم سعی و خطا میکنم و دانش خودم رو شناختم که من بدنم فقط لو کارب به بدن من میسازه. یعنی اون اگه بحث خودشناسی رو یادتون باشه که گفتم باید ارزش ها، باورها، نیازها و محدودیت هاتون رو بشناسین، من قشنگ محدودیتم رو شناختم که خب پس من غذای لو کارب فستینگ طولانی فقط به میسازه، چیزی که به اکثر آدم ها نمیسازه. خب بعد میدونم که خیلی برام بودن تو بازه وزن سالم مهمه. خب پس این میشه شناخت نیازها. خب پس محدودیت ها رو شناختیم، نیازم شناختیم. بعد نشستم واقعا قلبا فکر کردم، دیدم من با زندگی با یه کار فول تایم و بچه و این و اون و این من واقعا نمیکشم. خب اوکی ورزش خیلی مفیده ولی من نمیکشم انجام بدم. پس دوباره شناخت محدودیت هاست.
و درچه با این بدنی که شناختم، با این آدمی که هستم، با این پازل خودم، به نظرم تصمیم گرفتم که این پازل من اینجوری فیت میشه. درچه اگه برگردیم به همون بحث تجارت، اوکی، ورزش خیلی خوبه ولی برای زندگی من الان خوب نیست. ولی شما واقعا به هر کی بگی من میخواستم مربی، اصرار میکرد بیا با من ورزش کنم، میگه مگه میشه هم چیزی. و برای همینم احساس میکنم که برای اول، یا مثلا یه مثال حتی روزمره تر براتون بزنم که چجوری کار کرد، این بود که من اوائل امسال خیلی حالا اون روز عصبانی بودم و طبق معمولم چیز دیدم صبح پاشدم، صبح خودم وزن میکنم، بعد رفتم بالای ترازو و یهو احساس کردم که من چقدر عصبانیم. خب اصلا تمام وجودم سر صبح شیشه صبح پر عصبانیت بود. بعد اون لحظه برگشتم به خودم گفتم، برای اولین بار گفتم ببین وزن کردن، حالا وزن کردن مهمه ولی نمیشه منو با وزن کردن تنبیه کنی. من از این ترازو میام پایین، هر موقع تو عصبانی نبودی میرم روش. و واقعا اومدم از ترازو پایین، همچون وایستاده بودم کنار ترازو سابتون بستم خودم بعد اصلا، یعنی واقعا برای اولین بار گفت دو نفر، همچون باستم کنار ترازو منتظر. بعد وقتی تونستم عصبانیتم آرام کنم، خودم گفتم نه راست میگی، من نمیشه تو رو تنبیه کنم با وزن کردن، که چون مثلا میدونم مثلا دیشب چیزی خوردم امروز نازم برم و بعد عصبانی بشم. درچه وقتی آروم شدم دوباره رفتم روی ترازو و وزن اون روز هم انجام دادم و باور کنیم آخرین باره بود که دیگه وزن من با چیز داشت، مکالمه تنبیهی داشت برای، یعنی برای اینکه اولین بار بود که اکچولی دیدم که خودم رو با وزن کردن دارم تنبیه میکنم اون روزو. یا یه کار دیگه که کردم، اگه یادتون باشه گفتم خود مراقبتی برای بهبود روابطم با خانواده موثر بوده. چه در مورد این حالت خاص، این هدف خاص، ما یه اکسل شیت داریم که پولامون، مثلا خرجای چی میگه هزینه ها رو میزنیم تو هر ماه که ببینیم پولامون چیکار میکنیم. این باجت شیت خانواده است. مثلا مانشا منو اسمم رو گذاشته میزیس باجت، برای اینکه هم میگم این تو باجت هست اون تو باجت نیست. ولی من قبلا سعی میکنم که برم تو گوشه خودم در تنهایی مثلا وزن کم کنم، خب حالا هر رژیم که میخواستم بگیرم. این دفعه اشتا فکر کنم گفتم سلامت من باید هدف همه باشه، من جزی از این خانواده هم. درچه برداشتم وزنمو زدم بالای یه رو ردیف اضافه کردم، نوشتم وزن مامی، خب و مثلا تعداد قدم ها حالا هرچی. و این هدفی که برام مهم بود و از هدف فردی به هدف جمعی تبدیل کردم و در نتیجه اون تنهایی و شیم، حالا که اون ایزولگی، اون شرمندگی که ما زنها در رابطه با وزن و هیکلمون دائم با خودمون حمل میکنیم و از موضوع کشیدمش کنار و به عقیه افراد خانواده اجازه دادم که تو این هدف با من شریک بشن و در این هدف از یه هدف تنها شد یه هدف جمعی خانواده و همین موضوع باعث شد که خیلی باز بار سرزنشی و منفی موضوع برای من کم بشه. یعنی اینا رو همه رو براتون میگم که ببینین وقتی من میگم که بالاخره من با این به صلح رسیدم، خیلی جنبه‌های مختلف داره و مراقبت خیلی زاویه‌های مختلف داره که واقعا شما مسئله ای نیست که الزاما من برم مانیکور بگیرم یا تو بابل بات بشینم یا مثلا یه کاری بکنم که به صورت تجاری مارکت میشه که این مراقبته. مراقبت میتونه واقعا ببینین اکتهای روزانه خودتون رو چجوری میتونین به نیازهای خودتون بیشتر لحاظ کنه و خودتون رو هم نیازتون، نیازهای بقیه رو همراه با نیازهای خودتون در نظر بگیرین. یه چیز دیگه نهایت آخرین نکته که میخوام بهتون بگم که به نظر من برای خود مراقبت خیلی مهمه اینه که من یاد گرفتم و خیلی دقت میکنم که توی روزانه و هفتگی از قصد وقت بیکار بشینم. یعنی من فکر کنم ماهایی که شاغلیم، والدیم، مخصوصا توی بازه من فکر کنم 35 تا مثلا 55 بچه هم، یا 45-50 بچه ها هنوز کوچیک هم، پدر و مادر داره سنشون میره بالا، کار هنوز فول تایمه و وسط کاری هستیم و خیلی مسئولیت های زیادی داریم توی زندگی. این فرهنگی که دائم داریم میدویم میدویم میدویم
این بکفایر میکنه، یا حتی این باز من میگم تجاری شدن پروداکتیویتی و مولد بودن و افیشنت بودن اینا، کسی خیلی نمیگه که استراحت همونقدر مهمه که کار کردن مهمه. یعنی میخوان همه ساعتهای روز مفید باشه یا همه مفید باشه، همه ساعتهای هفته مفید باشه. من خیلی خیلی دقت میکنم که آقا من ساعت حداقل 2 ساعت تو روز باشه که من در این 2 ساعت هیچ برنامه خاصی ندارم، یا چند اصلا قرار نیست ما همه روزهای هفته برنامه مفیدی داشته باشیم. و اینا واقعا به نظر من عقل خود مراقبتیه که مخصوصا والدین شاغل یه مقدار بهش توجه کنن، چون خیلی آدم استراحت یادش میره تا یه موقعی مریضی آدمو مجبور میکنه که آدم استراحت کنه. خب پس تا اینجا یه جمع‌بندی بکنیم. به نظر من خود مراقبتی خوب چه ویژگی‌هایی داره؟ اولا خود مراقبتی خوب کنجکاوه، یعنی دائم زوم این زوم اوت رو با شناخت شما و اطرافش کنجکاوه که راه‌های جدید برای مراقبت از شما پیدا بکنه، کوچیک و بزرگ. دوم این که منعطفه، یعنی این خیلی مهمه، مراقبت باید و نباید نمی‌کنه. در اینکه شما هر موقع تو ذهنتون صدای باید و نباید شنیدین، بدون این مراقبت نیست که داره حرف میزنه. حتی اگه راجع به مسائلی بود که ظاهرشون مراقبته، مثل ورزش، یعنی اگه صدای درون ذهن شما گفت تو باید ورزش کنی، چرا امروز ورزش نکردی، تنبلی، این مراقبت نیست، اون سرزنشگره. پس بعض وقتا سرزنشگر قایم میشه پشت تاپیکای مراقبتی، حواستون باشه که گولشو نخوره. خود مراقبتی منعطفه، مثل یه مادر یا پدر مهربون میمونه، و به همون نسبت متواضع، میدونه که شناختش از شما دائم در حال تکامله و شناختش از محیط در حال تکامله. اصولا در زندگی من فکر میکنم کنجکاوی و تواضع دست در دست هم جلو میرن و از یه جا برمیخیزن. آدم کنجکاو معمولا آدم متواضعه. و بعد در نهایت هم مراقبت به وظیفه که بهش سپردن خیلی باور داره. یادتونه گفتم که لازم نیست خودتون رو دوست داشته باشین که بتونین از خودتون مراقبت بکنین. اینو میتونین فکر کنین مثل مادر یا پدر یه بچه تینیجر، که واقعا بعض وقتا بودم این بچه تینیجر شو با ما رفتارش ممکن خیلی اون لحظه از بچه خودشون هم نیاد تا، ولی دست از دوست داشت، دست از مراقبت از اون بچه بر نمیدانی. حتی اون لحظه اگه نمیتونی ریختش هم تحمل کنی، ولی مراقبت ازش میکنی. مراقبت این حالت رو داره، یعنی به اون وظیفه که بهش سپردن باور داره و بهش با فشاری میکنه و it keeps showing up. حالا ایده برای خود مراقبتی چیه؟ ببینین 5 دقیقه مثلا می تایم چاییه خیلی وقت خوبیه. من به تجربه‌ای که خودم دارم و از چند مربیم شنیدم و بهش رسیدم اینه که خواب خیلی ارجحیت داره. یعنی مثلا همشون به من گفتن اگر بین خواب و ورزش میخوای یکی را انتخاب بکنی، همیشه خواب رو انتخاب کن. یعنی مثلا قرار نباشه که بیخوابی بکشی که صبح پاشی بری ورزش. خواب خیلی مهمه. یه کار دیگه که کمک میکنه، که باز به همون یه ذره بحث خودشناسی هم برمیگرده و اینکه گفتیم قبلا، اینه که سعی کنین احساساتتون رو نام ببرین. یعنی وقتی اینجوری مچاله شدین، مثلا اون لحظه داره واقعا خود سرزنشگری اذیتتون میکنه، سعی کنین بلند بلند احساساتتون رو نام ببرین. الان کلافم، الان از ریخت همه چی بدم میاد، الان دلم میخواد برم زیر راف قایم شم، الان میدین هر چی بیشتر نام ببرین و این احساسات رو از حالت این کلاف سردرگمی تو کله داره میچرخه دونه دونه نام ببرین، اون قدرتش رو از دست میده اون لحظه براتون. میتونم بگم مثلا نخمندون بکشین، ورزش برین، آب بخورین، ولی تجربه من ثابت کرده که آدمی که انرژیش پایینه، تمام این چیزهایی که حالت روتینه، توصیه روتینی داره، واقعا ممکنه نتونه هر روز انجام بده. خب و بدتر یه چماق میشه به دست اون سرزنشگر. ولی کاری که من میتونم بهتون پیشنهاد بدم اینه که یه دونه از این شیشه‌های مربا بردارین، مثلا روش بنویسین سلف کیر جار یا خود مراقبتی، بعد کاغذهای کوچولو کوچولو توش ایده بنویسین، نخندون بکشم، ورزش کنم، 5 دقیقه مدیتیت کنم، اینا رو بنویسین تو. بعد موقعی که حالتون بده این مربع شیشه‌تون رو بزنین جلوتون، این کاغذها رو در بیارین، فقط برای اینکه ایده بگیرین که اون لحظه چه کاری ممکنه حالتون رو خوب کنه. چون ایده رو از قبل نوشتین، کمکتون میکنه که اون لحظه یه خورده
بهتر اداره بکنی. خب این تا اینجا من یه خلاصه بکنم و بعد اگه سوالی داشتین خوشحال میشم جواب بدم. این دومین ویدیو از مجموعه سرزنشگر ساکت کردن و مهار کردن سرزنشگر درونه. تو ویدیو اول گفتیم که برای مهار کمالگرایی باید اهداف واقع‌گرایانه بچینیم و دست از مقایسه خودمون با دیگران برداریم. بعد گفتیم برای اهداف واقع‌گرایانه، واقع‌گرایی یکی از مهمترین چیزاش اینه که رفرنسمون خودمونه. خب و برای اینکه بتونیم به خودمون رفرنس بدیم که برای من چه چیزی واقع‌گرایانه است، باید خودمون رو بیشتر بشناسیم. گفتیم که بعد پس روی مهارت خودشناسی کار کنیم، ارزش هامون رو بشناسیم، باورهامون، نیازهامون و محدودیتامون. و بعد گفتیم که میتونیم از احساساتمون و احساسات خوشایند و حتی ناخوشایندمون به عنوان نشانه هایی برای شناخت ارزشامون استفاده بکنیم. توی این ویدیو گفتیم که وقتی که خودمون رو بشناسیم و نه اینکه الزاما خودمون رو دوست داشته باشیم، ولی خودمون رو همینجوری که هستیم بپذیریم، میتونیم روی مهارت خودمراقبتی شروع کردن کار کردن. و خود مهارت خودمراقبتی و خودشناسی همدیگر رو دائم تقویت و تکامل میکنن و به مرور دایره تاثیرشون بزرگتر میشه. و این وسط محدوده آرامش ماست که هرچی این دایره تاثیر بزرگتر میشه، به مرور زمان صدای سرزنش کردن اون خاموشتر میشه، چون شما بیشتر و بیشتر شروع میکنید توی محدوده آرامش زندگی کردن. گفتیم که خودمراقبتی در واقع تمرین روزانه اینه که به خودمون نگاه کنیم به جای اینکه به دیگران نگاه بکنیم. گفتیم که یک جایزه نیست، حق روزمره است، همیشه شکل یکسانی نداره، کنجکاو، منعطف و مصممه. و گفتیم که علاقه به خود نتیجه مراقبت از خودمونه، پس منتظر نشین که خودتون رو دوست داشته باشین تا از خودتون مراقبت کنیم. و اینم ویدیو امروز. من فکر میکنم با توجه به اینکه دیر شد و اینا، خیلی ممنونم که نگاه کردین. حالا من یه ذره این پایین نگاه بکنم ببینم سوالا چیه. وقت تریگر هیجانات چجوری کنترلشون کنیم؟ این خیلی سوال خوبیه. سوال کردن که وقتی که هیجان تریگره چیکار کنیم. این من یه جوابی از یک کوچ یاد گرفتم به شما میگم. اصولا سلف رگولیت کردن، خب یعنی اینکه شما بتونید تلاطم‌های روحیتون رو کنترل بکنی، خیلی مهارت مهمیه. هم در کار خیلی مهمه، هم در زندگی. یک کاری که کوچ من به من گفت ببین، تو اگه بازه 0 تا 10 رو در نظر بگیری، که 0 دیگه به قول آمریکایی‌ها کول از کیوکامبر، یعنی دیگه اصلا چیل، هیچ تکون نمیخوره صبح، کاملا در کنترل نه. و 10 یعنی دیگه اوف، الان فشفشه که حالا از ترس یا هیجان بری بالا. گفت اگر دیدی احساساتت از 7 به بالاست، کاری که اون لحظه باید بکنی اینه که you step away. کاری که باید بکنی اینه که هیچ کاری نکنی. وقتی اگر احساساتت توی هر احساسی، غم، هیجان، عصبانیت، هر چی، اگه از 7 به بالاست، هیچ کار نکن. You step away. That's the thing to do. برای اینکه اون موقع شما احساساتتون بر شما غلبه کرده و اگر بهش انجامش بدین، اون وقت اون واکنشی نیست که الزاماً بعداً ازش راضی خواهید بود. درش فقط step away و سعی کنید خودتون رو آروم کنید. این تو کارم مهمه. مثلا مثال عصبانیت رو بزنم. اینجوری نیست که شما قرار نیست هیچ وقت عصبانی بشین. خب اصلا خشم احساسه، عصبانی شدن یه اکته. خب شما اگه خشمتون نسبت به بچهتون یا همکارتون از 7 به بالا رفت، اون لحظه باید هیچ کار نکنی، بریک بگیرین تا وقت عصبانی خشمتون یه ذره بیاد پایین تر. بعد فکر کنی که آیا من اگر نشون بدم که این آدم ارتش من عصبانی کرده، اون نتیجه مطلوب منو داره؟ حالا ارتباط من با این آدم رو شفافتر میکنه یا نمیکنه؟ یعنی شما میتونید تصمیم بگیرید که عصبانیتتون، دیساپوینتمنتتون رو به آدم نشون بدین، ولی وقتی 7 به بالاست تصمیم شما نیست دیگه، واکنش هیجانیه. چه کنیم که این خودمراقبتی با دیسیپلین در تضاد نشه، که از زیر انجام کارهایی که باید بهانه خودمراقبتی در نریم؟
مثال خاصی دارین؟ چون من الان احساس میکنم که صدای سرزنشگر در اون برام کامنت گذاشته. چرا آخه شما خود مراقبتی باعث بشه از زیر کارا در برین؟ اتفاقا شاید اینه منظورتون که استرس خیلی زیاد. چون اتفاقا یکی از همخواننده‌ها دیروز برای من پادکست گذاشته بود، خیلی نکته زیاد جالبی گفته بودن که ایشون زمان کنکور خوبی نداده بودن، چون اتفاقا واکنششون به موقعیتایی که خیلی براش مهمه اینه که اصلا زیادی دیگه بیخیال میشن، یعنی دیگه هیچی استرس نمیگیرن. ممکنه که شما واکنشتون اونه، یعنی واکنشتون به شرایط استرس اینه که به جای اینکه فایت کنین فریز میکنین. خب این مفهومش نیست که شما از زیر انجام کارها باید به بهانه خود مراقبتی در میرین. مفهومش اینه که شما باید ببینین که چرا دارین الان کاری رو که دارین میکنین. ببین اینجوری براتون بگم، برای آدمی که داره وقت به کاری که باید بکنه نمیرسه، باید بشینه فکر کنه که من چرا الان تو شرایطی ام که نمیتونم این کار رو انجام بدم، به جای اینکه بگه تو آدم تنبلی هستی چرا کار نمیکنی از زیر کار در میری. مراقبت برای اون آدم شاید این باشه که مثل یه بچه خودش رو زبون بگیره، کارا رو بیاد کوچولو کوچولو کنه و خودش رو راضی کنه که در بره. یعنی مراقبت برای مبی وقتی اگه مانیشا هومورکش مشقش رو انجام نده و بگه خستم، اوکی اون میگه خستم، منی که مادرشم و مراقبشم و میدونم باید مشقش انجام بده، میام و میدونم یه بچه‌ای که خب معمولا مشقش انجام میده، میام زبون میگیرمش، میگم خب اوکی آره منم میدونم، منم الان حوصله ندارم، اصلا مدرسه سخته، بیا به من نشون بده باید چی کار کنی، خب بیا از همه اینا کدوم آسونتر کدومه، بیا با هم یه ذره انجام بدیم، زبون میگیرمش تا انجام بده، ولی دعواش نمیکنم. یعنی مراقبت همراه و مربی شماست، دست شما رو میگیره و it meets you at your level whenever you are. اون روز اونجا کد هر جایی هستی مراقبت با شما اونجاست. نمیشه دیسیپلین و مراقبت با هم تضاد ندارن. اگر احساس میکنید تضاد دارن، اون اکتی که به نظر شما الان خود مراقبتی میاد مراقبت نیست. مراقبت یعنی اینکه بیاد با شما کارو انجام بده توی بایتای کوچولو. خب من ببینم اگه سوال دیگه ای هست. میگن من در موقع خشم در محل کار یهو شروع میکنم با یکی حرفای کنترل نشده میزنم و بعد خودم رو به شدت سرزنش میکنم. حتما کمک بگیرین و شاید همین رو فقط در نظر داشته باشین که مربی من گفت شاید برای اولین قدم خوب باشه که اگه از حرف به بالایین فقط تمرین کنین که سکوت کنین اون لحظه. فقط سکوت کنین. نه ایمیل بدین، نه کامنت بدین، نه تو چت اسلک، نه هیچی. بگین سکوت کنین و به عنوان یه مهارت بهش نگاه بکنین که اون لحظه که اونقدر عصبانی هستین چیز نگین. ولی ممکنه که با تراپی یا آدمی که بتونه کمکتون کنه حتی بهترم باشه. حتما. ولی آره این تو محیط کار عصبانی شدن بسیار به آدم ضربه میزنه. اوکی من فکر کنم که سوال دیگه نیست. وقتم طولانی شد. خیلی خیلی ممنونم که با صبوری این لایو رو گوش دادین. ببخشید که خیلی اولش دیر شروع شد. من الان که لایو قطع میکنم خیلی سعی میکنم که حتما سیوش کنم، ولی دفعه اولمه در شد اگر سیو نشد. ببخشید سوال دیگه هم نشخوار فکر منفی زندگی سرزندگی و افسردگی مزمن و زیر پوستی و اضطراب زیرپوستی خواب خوب آفتاب قطعه. بله کاملا درست. همه این صحبت هایی که میکنن میتونه اکتای خودمراقبتی خیلی خوب باشه. میگن من یه سوال پرسیدم جواب ندادین. ببخشید میشه سوالتون رو دوباره تکرار کنی؟ نرجس ترابی، من منتظرم که شما سوالتون رو دوباره برام بنویسین. خواهش میکنم. خوشحالم که خوشتون اومده و گوش دادین. من احساس میکنم در محل کارم از من سوء استفاده میشه. نفیس جان میخوای یه پیام تو تلگرام به من بده از پانتا وزیری، با هم ببینیم که آیا واقعا سوء استفاده میشه یا فکر توه. او مای گاد این کیه؟ اوکی من فکر کنم ما اسپم داریم میگیریم.
در نتیجه من ویدیو رو تموم میکنم. نرجس جان سوال تو توی تلگرام حتما برای من بنویس، ولی فکر کنم آقای که السلام علیکم داره میده نشانه یونیورسه که ما دیگه بیخیال بشیم. اوکی بچه ها خیلی خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشین و بچه هایی که اروپا آمریکا هستن خواسته ویکند خوبی داشته باشین. فعلا با اجازه.